سلام، به تماشا خوش اومدید. من مینا جوشغانی هستم و برنامه این هفته را از نمایشگاه اد کلارک در لندن اجرا میکنم. در تماشای این هفته نمایشگاه عکس های کریس مارکر در نیویورک، فیلم سالن هدا ساخته هانی ابو اسعد، فضا و رنگ در آثار دونالد جاد. کریس مارکر هنرمند، فیلمساز و نویسنده فرانسویه که معروفترین فیلمش با عنوان اسکله تأثیر زیادی روی هنرمندان بعد از خودش گذاشت. گالری پیتر بلوم در نیویورک به مناسبت 100مین سال زادروز مارکر نمایشگاهی از عکساش برگزار کرده که دوره‌های مختلف کاری اون رو نشون میده. پورتره‌های مارکر که بین دهه‌های 1950 تا 2010 میلادی گرفته شدند، صحنه‌هایی از زندگی روزمره مردم کره شمالی در سال‌های بعد از جنگ، اعتراض‌های خیابانی در فرانسه و آمریکا و عکس‌های مارکر در مترو را نشون می‌دهند. کریس مارکر این عکس‌ها را در طول سال‌ها گرفته و بعد در سال‌های پایانی عمرش اون‌ها را با فتوشاپ دستکاری کرده. تماشا سری به این نمایشگاه زد. ما تصمیم گرفتیم به مناسبت 100 سالگی کریس مارکر این نمایشگاه رو برگزار کنیم. تو کل نمایشگاه چیزی نزدیک به 250 عکس، تصویر فیلم و چاپ دستی به نمایش گذاشته شده که مارکر قبل از مرگش کار کرده بود. کریس مارکر فرانسوی بود و در سال 1921 میلادی، یعنی تقریباً یک قرن پیش، توی پاریس به دنیا اومد. اون در واقع در پاریس بعد از جنگ پا گرفت و به خاطر فیلم‌هاش بین آوانگارد‌ها به شهرت رسید. La surface de Paris et sans doute de la plus grande partie du monde était inhabitable, pourrie par la radioactivité. Les vainqueurs montaient la garde sur un empire de rats. Les prisonniers étaient soumis à des expériences qui semblaient fort préoccuper ceux qui s'y livraient. یکی از فیلم‌هاش اسکله بود که در سال 1962 میلادی ساخته شد. این فیلم که به نوعی علمی تخیلیه و به شدت تاثیرگذاره، از یه سری عکس ساخته شده که روشون صدای راوی پخش میشه. Au terme de l'expérience, les uns étaient déçus, les autres étaient morts ou fous. من فکر میکنم این فیلم نشون میده که چقدر عکاسی روی فیلم‌های مارکر تأثیر داشته و در مقابل فیلم‌هاش هم روی عکاسیش تأثیر زیادی داشتن. بین عکس ها چندین چهره معروف دیده میشه. البته که آدم های ناشناسی مثل من و شما هم به چشم میخورن. مثلا سالوادور دالی که عکسی عمودی ازش گرفته، یه تاجم روی سرش گذاشته. خیلی تصویر سورئالیستیه. میتونین تصویر کارگردان های دیگه ای که هم دورش بودن رو هم ببینین. مثلا آندره تارکوفسکی یا آکیرا کوروساوا. مارکر خودش میگه از تظاهرات عکاسی میکرده چون میخواسته از دوربین به عنوان یه سلاح استفاده کنه. دوربین بهترین سلاحی بود که میتونست ازش برای مقابله با نهاد قدرت استفاده کنه. کریس مارکر سال 1957، یعنی 4 سال بعد از جنگ داخلی کره، به کره شمالی سفر کرد. به
میتونین آدم‌هایی از طیف‌های مختلف رو ببینین، رقصنده‌های باله، جوشکار یا مثلا توی عکسی که من خیلی بهش علاقه دارم یه ملوان رو می‌بینین. اینجا در واقع زمانیه که کشور دوباره داره سر پا میشه و جامعه داره شکل میگیره. درست پیش از این که دولت مخفی‌کار و مستبدی که امروز از کره شمالی میشناسیم سر کار بیاد. نکته جالبی که در مورد خیلی از کارهای کریس مارکر وجود داره اینه که بله، خیلی از این عکس‌ها در دهه‌های 50، 60، 70 و 80 میلادی گرفته شده. ولی خب اون بعداً خیلی هاش رو دستکاری کرد. میتونید آثار محو کردن یا تیر رو روشن کردن که با فتوشاپ انجام شده رو توی عکس‌ها ببینید. این کارو میکرد تا یه حسی از خاطره رو به وجود بیاره. یه دلیل دیگه هم این بود که مارکر می‌خواست عکس‌هاش رو یه جورایی بی‌زمان کنه. آخرین مجموعه‌ای که کریس مارکر در سالهای آخر زندگیش کار کرد، مجموعه عکسی به نام مسافرها بود. سال 2012، درست قبل از اینکه فوت کنه. ایده مارکر این بود که میتونه کسای شبیه مدل‌هایی که توی نقاشی‌های مثلا قرن 19 یا رنسانس کار شدن رو بین مردم توی مترو پیدا کنه. توی یکی از عکس‌ها دختری رو می‌بینیم که گوشواره‌های حلقه‌ای بزرگ به گوششه و یه گوشه ایستاده. به نظر میرسه حواسش به چیزی بیرون از کات پرته. یه چیزی شبیه روح، یه روح رنگی توی شیشه پشت سر دختر منعکس شده. به احتمال خیلی زیاد این انعکاس چهره خود کریس مارکره. او می گفت که عکس‌ها براش جای خاطره رو می‌گیرن. در واقع خود عکس‌ها حافظش هستن. وقتی به گذشته نگاه می‌کنین، اون خاطره درست مثل خود تاریخ همیشه اعوجاج داره. یه جورایی تغییر می‌کنه. او میگه من همه زندگیم سعی کردم معنی به یاد آوردن رو درک کنم. به یاد آوردنی که در واقع متضاد فراموش کردن نیست، بلکه به معنی دوباره کاری یا از نو انجام دادن یه کاریه. ما به یاد نمیاریم، ما خاطره رو از نو می‌نویسیم. همونطور که تاریخ رو بازنویسی می‌کنیم. نمایشگاه آینه در آینه موزه هنرهای معاصر تهران با آثاری از هنرمندانی در دهه 50 شمسی شروع میشه که در نقاشی‌هاشون رگه‌هایی از هنر اعتراضی وجود داره. اردشیر و بهمن محسس، علیرضا اسپهبد، مینا نوری و رحیم ناشفر در این بخش قرار دارن. بخش اصلی نمایشگاه به نقاش‌های دوره انقلاب، جنگ و هنرمندان نزدیک به حوزه هنری اختصاص دارد. در این کارها با الهام از نقاشی دیواری‌های مکزیکی به بازنمایی سمبولیک وقایع انقلاب و جنگ پرداخته شده. در این نقاشی‌ها اقشار مختلف مردم و رهبرهای مذهبی و سیاسی در حال مبارزه و تظاهرات کشیده شدند و شعارهای انقلابی در گوشه گوشه این کارها به چشم می‌خورد. در کار مشترکی از هانیبال الخاص و مسعود سعدالدین با عنوان اولین سالگرد انقلاب، نقاشی بزرگی در ابعاد 7 متر رو می‌بینیم که در بخش پایینی اون شهدا، در بخش میانی کارگران و کشاورزان و در بخش بالایی مبارزین و انقلابیون دیده میشن. در نهایت در نقاشی‌های دوره جنگ 8 ساله ایران و عراق، شکلی از نمادگرایی عرفانی در کار هنرمندانی مثل کاظم چلیپا و ناصر پلنگی با روایت‌های مذهبی شهادت شیعی ترکیب می‌شود.
هانی ابو اسعد فیلمساز شناخته شده فلسطینیه که تا به حال دو بار نامزد جایزه اسکار شده. او در تازه ترین فیلمش به نام سالن هدا که به تازگی در اولین دوره جشنواره دریای سرخ در عربستان سعودی به نمایش در اومده، به سراغ سوژه جنجالی رفته که روایتگر شرایط ملتهب حاکم بر روابط فلسطینی ها و اسرائیلی هاست. محمد عبدی منتقد فیلم با هانی ابو اسعد مصاحبه کرده. وين ايامك؟ صار لك زمان مش طالة، من يوم ما تجوزت اختفيتي يا بنت. هو جوزي مخليني اتنفس ولا شيء، لساته مفكر اني بحب واحد ثاني. في واحد ثاني؟ ايوه، في حدا ينحب بهجوره. انت ما بتحبيه وهو حاسس، خلصت القصه. سالن هدا داستان دو زن فلسطینیه که در موقعیت سختی گیر کردن. در موقعیتی هستن که بین خیانت به خودشون و خیانت به کشورشون یکی رو باید انتخاب کنن. هدول بنات مالهم بجزم، أنا المسنبة فيهم وأنا حاضرة للموت. أي إشي بدك تعرفه مني قبل ما موت رح أجاوبك عليه، بس كون متأكد أسماء ما فيش. این دو زن در مخمصه اخلاقی بدی افتادن و فکر میکنم که تماشاگرهای ایرانی فیلم رو بپسندن، چون بیشتر فیلمهای خوب ایرانی هم اغلب چنین مزامینی داره. اخترت کل وحده جوز آخرم. انا الى الحق اعرف عن كل حركه بتعمليها، خصوصا لما ولا مره ولا مره حسستني انك. My love for Iranian cinema started actually when I saw. علاقه من به سینما ایران با دیدن فیلمی از امیر نادری ایجاد شد. This movie The Runner. فیلم دونده. این فیلم هنوز هم یکی از بهترین فیلمایی که دیدم. از اینجا شروع شد و بعدتر عباس کیارستمی رو کشف کردم و فیلم کلوزآپ خیلی روم تاثیر گذاشت. میتونم بگم عباس کسی بود که باعث شد من بفهمم در سینما دنبال چی هستم، چون وقتی فیلم کلوزآپ رو دیدم مرز باری که بین سینمای مستند و داستانی رو کشف کردم و این مرز خیلی مرز مهمیه. تا به حال همیشه سعیم این بوده که نقطه تلاقی و مرز بین دو مقوله متضاد رو پیدا کنم و در این فیلم میتونم بگم به طور چندگانه دنبال نقاط تلاقی ازداد بودم. در داستان فیلم مرز خیانت و وفاداری رو مطرح کردم و از نظر سینمایی هم دنبال یافتن نقطه تلاقی نگاه سوبژکتیو و نگاه ابژکتیو بودم. کمیل بنت اسکتی عد عدید شو طلع 15. طب لیش بتسأل؟ اذا فی بنت مش مصوره مثلا و ان فی تتخیل احكي لك؟ طب شو المعلومات اللي كانت مطلوبة منهم ان يعطوها؟ عادي، سلاح مطلوبين هيك شيء. قديش كانوا يدفعوا لهم؟ مش كتير، اكيد اقل من 800 شيكل، بس عن جد بعرفش. وعلى فكرة هم اغلبهم كانوا يطلبوا تصاريح مش مصاري. طب شو الطلبات اللي كانوا يطلبوها؟ يعني هني كانوا يختاروا البنات ولا انت؟ لا، انا اللي كنت اختار. اتفقت معهم اجيب لهم بنت كل 3 شهور، هذا المينيموم اللي وافقوا عليه. طب شو المواصفات تبعت البنات اللي تختاريها؟ ليش هاي مثلا مش هديك؟ اخترت كل وحده جوزها خرا. قبلا در فلسطین سالن‌های آرایشی بود که سازمان اطلاعات اسرائیل ازشون برای استخدام زنها، منظور زنهای آسیب پذیر، استفاده میکرد. این یه داستان واقعیه. از طرف دیگه من دو شخصیت داستانی تو ذهنم داشتم و این دو شخصیت رو توی اون موقعیت واقعی گذاشتم، موقعیتی که قدرت داره ازشون سوء استفاده میکنه. ژانر فیلم مثل کشتی باریه و مضمون محمول است. هرچی کشتی قوی تر باشه طبعا محموله بیشتری میتونه حمل کنه. اون چه که مهمه هم محمول است، یعنی مضمون، که در این فیلم یه بحث سیاسی و اجتماعیه و کشتی یا ژانر فیلم تریلره که میتونه تماشاگر رو نگه داره که با اون بحث سیاسی درگیر بشه. Once
یه بار یکی از همکاران بهم گفت چرا تو همه فیلمات شخصیت‌های زن در حاشیه هستن؟ چرا فیلمی نمی‌سازی که زن‌ها توش نقش اصلی رو داشته باشن؟ این تو ذهنم موند و به خودم گفتم یه روز باید یه فیلم راجع به زن‌ها در فلسطین بسازم. مخابرات احتلال Also I'm advocating for equal rights not women to men but در ضمن من طرفدار یه برابری دیگه هم هستم و اون این که از یه لحاظ مردها باید به زنها برسن، چون من معتقدم زنها تواناییشون برای درک و لذت بردن از زندگی بیشتره. زنها زندگی میبخشن و برای زایش رنج میکشن و فکر میکنم شاید به خاطر همین مردها بیشتر مرتکب جرم میشن و راحتتر آدم میکشن. من فکر میکنم مردها باید این قابلیت زنها در ارزش قائل شدن برای زندگی رو در خودشون تولید کنن و از این نظر به پای زنها برسن. ليش خطرت تخبي هاي الصورة بالذات؟ مين هاي؟ لك اللي قلبت بأسرع وقت ممكن. أنا بمصيبة وفي حاجة لإلك. حتى نحكي لنا لازم نبعد عنك ما بنقدر. مش حدا بداخل داخله بخافش من الموت. بس الناس بتلعبها منيح. الظاهر أنا وأنت من اللي بيعرفوا يلعبوها. دونالد جاد هنرمند صاحب نظر آمریکایی که کارها و مقاله هاش در دهه های 60 و 70 میلادی تأثیر زیادی روی هنرمندهای همدوره خودش گذاشت و بعدها به شکلگیری جنبش مینیمالیسم منتهی شد. جاد کارش رو با نقاشی شروع کرد ولی خیلی زود از نقاشی دست کشید و سرگرم ساختن مجسمه هایی با فرم های هندسی ساده و در ابعاد بزرگ شد. کارهای جاد با دو عنصر فضا و رنگ درگیره و به دنبال بازنمایی چیزی بیرون از خودش نیست. دونالد جاد معتقد بود اثر هنری خودش هویت مستقلی داره و نباید ازش به عنوان ابزاری برای بازنمایی استفاده بشه. تماشا به دیدن نمایشگاه آثار جاد در نیویورک رفته. کودکی دونالد جاد در ایالت‌های غرب میانه آمریکا گذشت. پدرش در شرکت تلگراف وسترن یونیون کار می‌کرد. برای همین تقریباً هر دو سال یک بار جابجا می‌شدند. اونم مثل خیلی از هنرمندای همنسلش در یک خانواده اهل هنر بزرگ نشده بود. از روی علاقه به هنر کشیده شده بود. اون تو نیویورک فلسفه خونده بود. همزمان یه سری کلاس‌های هنر هم ثبت نام کرده بود و با اینکه این کلاس‌ها اون چیزی نبودن که می‌خواست، اونجا کلی تکنیک و تاریخ هنر یاد گرفت که بعداً خیلی به دردش خورد. دونالد جاد کار هنریش رو تو دهه 50 میلادی درست زمان اوج اکسپرسیونیسم انتزاعی شروع کرد. کار اون از نقاشی‌های منظره و کارهای فیگوراتیو شروع شد و بعد به انتزاع رسید. از نقاشی‌های اکسپرسیونیستی ابستره که اینجا تو این نمایشگاه می‌بینید هم گذر کرد و به کارهای سه‌بعدی رسید که تو بنیاد جاد و موزه‌ها می‌بینید. تقریبا 15 سال طول کشید این مسیر رو طی کنه. اولین کارهای سه‌بعدی که درست کرد خوش ساخت نبود، چون نجاریش اصلا خوب نبود. در واقع پا به حیطه‌ای گذاشت که فکرش رو نمی‌کرد به اون سمت بره.
اصلا قرار نبود مجسمه ساز بشه، ولی حس کرد این مسیر رو باید بره، چون این کارهای سبودی، کارهایی که روی زمین یا روی دیوار می ساخت، به نظرش جالب تر بود تا نقاشی های تختی که قبل از اون می کشید. بعد وقتی که دستش اومد به جای رنگ روغن و بوم، ماده کارش در واقع خود فضاست، دیگه راهش رو پیدا کرد و شروع کرد به تجربه کردن. البته مرکز توجهش همیشه فضا و رنگ بود. این کار بخشی از یه مجموعه است که ما بهش میگیم دسته ها. هر کدومشون یه شکلن، از مواد و رنگ های مختلفی ساخته شدن. یکیش هم در تهرانه که از اینها بزرگتره. نکته مهم درباره این مجموعه اینه که فضای بین هر کدوم از ده تکه‌ای که کار رو میسازه هم ارتفاع خود تکه هاست. در واقع اثر فضا رو به عنوان ماده کار در اختیار میگیره. قبل از نسل جاد بیشتر مجسمه‌ها روی پایه به نمایش در می اومدن. اما دونالد بیشتر شیفته فضا بود و پایه مجسمه براش دست و پاگیر می شد و نمیذاش فضا دستش بیاد. بدون پایه در واقع انگار می شد کار رو تمام و کمال تجربه کرد. چون اینطوری دیگه مجسمه چیزی نبود که مثل یه بت بذارنش اون بالا. اینجوری مجسمه یه چیزیه که همین پایین رو در رو باهاش طرف می شی. واسه همین خلاص شدن از شر پایه در واقع یه جورایی کار رو زمینی تر و مردمی تر می کرد، چون داری باهاش مستقیم روبرو می شی. جاد به شدت شیفته رنگ بود، براش خیلی مهم بود. رنگ هم مثل فضا چیزیه که قدرش رو نمی دونیم، چون همیشه جلوی چشممونه. کار جاد همیشه به تجربه های روزمره ارجاع داره. انگار به همون میگه به اطرافت نگاه کن، همش همینه. بعد از اینکه مردی خبری نیست، پس بهتره همین الان حواستو جمع کنی و به اطرافت دقت کنی. اینه که مهمه، اینه که جذابه. دنیای اطرافت همین حالا شگفت‌انگیزترین چیزی که به عمرت میبینی. برنامه این هفته اینجا به پایان میرسه. یادآوری کنم که تماشا رو میتونید در یوتیوب بی بی سی فارسی هم ببینید و گزارش های برنامه رو از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.